من با آقای حداد آدر اون شبی که به چیز بخارا گرفتن ویدیوش رو دیدید آقا بردیدم به حداد آدر گفتم که شما از کی تا حالا صاحب این کشور شدید؟ گفتم به شون شب من نشستم آلمان پره نشسته بود حداد آدر آخرین کسی بود سخنانی کرد بعد من گفتم که اصلا تو برنامه نبود این خودش خودش تفونده تو برنامه کلی هم از من تعریف کرد بعد من گفت در سالهای پنجاه و فلان اینا اشعار درجه که عرفانی از فلانی شنیدیم و از او تعجب شد شعر سایه تاریخ سیاسی این کشور است اه؟ چطوری؟ آن ببین آخه چرا که به شما ربط نداره تاریخ سیاسی بعدش نیست وقتی گفت که شعر عرفانی و فلان من با آنما گفتم دیگه من نمیتونم ساکت بشینم وقتی تمام شد من گفتم که بیا رو صحنه چند کلمه حرف بزن بعد دو سه تا پله میرفتم دیدن سختمه یه صندلی بشنم پایین من نشستم گفتم حضرت آقای حداد عادل حرفای بزرگانی گفتن که به من نمیچسبه من اون عالم صاف و ساده معمولی هستم که از اول کوه آمدم راستم گفتم که البرز میانه برای تمن و تهران صد از اول کوه آمدم از پشت کوه آمدم این حرفای بزرگان با من نمیچسبه ایشون به بعضی شعرهای سال پنجاه من اشاره کردن با دریافت خودشون شعرهای عرفانی لطف کردن و تعریف هم کردن و گفتن بعضی ها هم خیلی دلبستگی دارن به شعر من او گفتن مقام معظم رهبری شعر فرانی کاش به شعرهای سال 62 من هم اشاره میکرد سالی که من زندان رفتم که ارتجی هم اونجا شروع کردن شعار دادن و داد فریاد و دکتر مستشاری ها خانوش رسایی کردن شدن خانم مستشاری که داشت میرخصید دیگه از خوشحالی برای هم گرنش نشستم بعد نفهمیدم عجیب آدم یه مرتبه در یک جایی یک نیروی از یه جایی میاد در آدم با آلمان گفتم که من از اینجا که نشستم چطور رفتم اون ور سالون دیدم حداد عادل واسده یه پنجه هست دارم دورش جمع شدن من با بیوراتور رفتم اونجا بعدم وقتی به نظر آورده چک کردم به آلمان گفتم من رولاتور نداشتم اونجا پلی دستم که گفت باره همینطوری رفتی خودت من دو قدم با هم بیام یه دست رو بگیرم نمیتونم باشم این کار بکنم رفت میکنم آقای حداد عادل به من گفتن وانگینه من 10 سال در توقیفه عامل اصلی شما بودی آمدم به شما بگم که شنیدم شما اونجا شعری هست که خیال کردیم اینو برای آقای خامنه‌ای گفتم نه این با همین نه این در اسفند 53 هست مربوط به حزب رستاخیزه در بانگینه من هیچ حرف تازی نزدم فقط کارای شما رو توصیف کردم شما میگین این کارا رو نکردین لازم نیست در رادیو تلویزیون مطبوعات این حرف بزنین همین این پنجه شست هر کی دورتون هستن همینجا بگین ما با موسیقی مخالفت نداریم من میگم من غلط کردم که این بانگینه رو گفتم ولی اون دیوانه ای که در خراسان گفته کنسرت نباشد هرکی کنسرت میخواد پاشه بره
شما از کی تا صاحب این کشور شدین؟ ما بازرگانی میکنیم بیرونتون نمیکنیم. حالا به مردم ایران میگین از ایران باشن برن اگه کنسرت میخوان. اینه همینطور گفتم هست نوار هست که آقای فلان کنسرتی هست آلاتی گفتم بله هست مردم میخواد باشه میخواد باشه شما میخواید نباشه تا اونجا که زور مردم میرسه کنسرت هستن شما موافقین باشه بیه فقط دو کلمه همیشه بگید همین پنج شصت نفر اینا میرن بعد اینجا نقل میکنن دیگه بازم آنم سر جام شد هفته این که بانگنه را آزاد کرد بینگه یک کلمه عوضش بعض جاسی حداد حق داره اگه حداد عقلش میست و می اون بیت منه میخوند من جواب نشدم آن ستمگر بیم که تا از ره رسید گیسوی چنگ و گلوی نیبری این آقای خمینی آن ستمگر بیم که تا از ره رسید گیسوی چنگ و گلوی نیبری من اینو نمیستم دفاع بکنم ازش دشنام دادم آن ستمگر